اللهم صل الله علی محمد و الله محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم سو شما بخیر هر زادب احترام محضر شما برادران و خواهران عزیزم خب ما جلسه قبل راجع این صحبت کردیم عرض کردم خدمتتون که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق کسی که رسول خودش رو با هدایت و دین حق دینی که هیچ گونه آغشتگی به هیچ ناپاکی شرکی نداره فرستاد بحث کردیم دین الحق در روایت متعدد مراد ولایت امیر المومنینه کردیم مثلا بحثی که شیعه با غیر شیعه در اسلام داره بر سر خود پیامبره اصل بحث اون سر پیامبره اصلا بحث امیر بحث سانویه است ما میگیم که کدام ورژن از اسلام پیامبر درست است میگن از کی گرفتید میگیم از صحابه بعد از پیامبر کدام یک از صحابه برادر اهل سنت میگن از هر کدوم از صحابه دوست دارید میخواد ابو باشه میخواد هر کی میخواد باشه و هر کس هم صحابه باشه آدم خوبیه ولو با هم جنگیده باشن ولو حتی پیامبر با اون آدم گفته باشه ملعون قصه معاویه همینه دیگه الان شما اگه به معاویه توهین کنید نه توهین به صحابه میدونن همین چند وقت پیش اگه رئیس قوه قضایی نکته به معاویه صفتان یکی از مفتی های اهل سنت ناراحت شد میگن باشه هر کی پیغمبر دیده باشه صحابه است چه کسی هم صحابه محسوب میشه گفتیم من که پیغمبر دیده باشه دیده باشه تا کافی صحابه میشه میگه به این که تو قرآن هم این هم آیه داریم منافقا اینو پیغمبر نابینا بودن اینجوری مثلا کورمال کورمال میرفتن و پیغمبر سلام علیک نداشتن اینا یه بحثای دیگه الان اونو بعد جواب بدم ما جواب نمیدیم ما میگیم میخواد زن پیغمبر باشه میخواد بچه پیغمبر باشه میخوای رفیق پیغمبر باشه به اعمال خودت بستگی داره به هیچ کی چه که سفید امضا ندادن. از غذا با این نگاهشون اهل سنت خیلی کار سختی کردن چون پیغمبر تقریبا 100 هزار تا صحابه داشته صد هزار نفر پیغمبر دیدن بعد اینا همشون بهشتیان اینا میگن این که ما بگیم خدا به یک نفر یه نفر رو معمور فرستاده ویژه فرستاده خب و, و به او اسمت داده مثل پیغمبر رو این چقدر عجیبه و چون اسمت داره از قبلم خدا میدونسته این امتحاناشو درست پس میده از اول اونو فرستاده تو شما میخواین لیوان آب داغ برداری این انگشت کرد نمیفرستی این تخطی میکنه اینو میندازه از اول میدونی کدوم انگشتین رو نگه میداره با دست اون که راست هستن با دست راستشون کار مهمشونو انجام میدن چپ دست و برعکس چون خدا علمش وسعت دارد میدونه کدوم یک از این بنده های ماموریت درست انجام میده از اول رو فرستاده اوکی بل واضحه برای همینم هم. مثلاً اصلا گناهی نمیکنه طرف جهنم بره اسمت داره اصلا اسم بهشتیه از غذا خودم خیلی بهش سخت میگیره شما بلایی که خود سر حضرت یونس آورده رو نگاه کن چیکارش کرده یه ترک پست ساده میشه گونش تو شکم نهنگ میگه اگرم از مصبهین نمود سبحان الله نمیگفت تا روز قیامت نگهش می میداشتم تو شکم نهنگ حضرت یوسف دیر از مرکب پریده پایین تازه بر پدرش ولایت داشتینه بدونید یعنی حضرت یوسف امام حضرت یعقوب بود اونجا که خواب دید که یازده تا ستاره و ماه خورشید و خورشید بهش سجده کردن گفت خورشید منم ماه مادرت و یازده تا میداده شدن تو بر همه ما ولایت داری تو اینو برای کسی تعریف نکن از دودی میکن با این وجود نبوت از نسل یوسف گرفت از غذا میدید که تو نسل یوسف دیگه سامری نتیجه یوسفه دقت بفهمید خدا از قضا سخت گرفتن اما این که ما بگیم یه دیچون چون پیغمبر فقط دیدن خطا هم بکنن برن بهش این خیلی دیگه انصافا ماورای اسمته لاغت اسمت میگیم چی این خطا هم نکرده در عمل ما نه ده. ما معاویه میری بهش چرا صاحب پیغمبر دیدی ساک ساک یه چی شد و دین الحق یعنی ولایت امیرالمومنین یعنی میگه بسم الله علی ابن ابی طالب رو ببر تو بوته آزمایش برو چیکار کرده برو زندگیشو نگاه کن ببین کاخ خزراد رو درست کرد مثل معاویه یا وقتی خلیفه شد هنوز که هنوزه تاریخ شبیهشو نیده هیچ کس سعه سیاسی امیر المومین ها و ناسی نداشت فوش بهش میدادن جلوش تو روش حضرت میفهم حاکم بودا میفرمود که هنوز که شمشیر دست نگرفته که همین اشعث ابن قیس زده رو بروی معزنه امیرالمومنین حضرت میرفت می بالا میرفت بالا میشد شون که فوش دادن هیچ چی زندان های امیر المومنین پر آدم مفسد اقتصادی بود کسی دیگه اونجا نمیدیدی تکنار نشدن امیر المومن. یعنی اصلا ولش کنیم صحابه و امام و همه چی بزنیم بالاخره فقط یه چشم اینا, اینا کسی که پیغمبر دیدن میگه خب دیگه چی؟ میگه تو جنگ نفر اول بود کاش کربن بچه نبی بود هر جا غم به چهره پایین این میرفت خیلی برای این شکست بعد اوهود خنده هوننگ همه جایی که فرار کردن نفر اول بایستاد تو قضاوت میگه علمش از همه بیشتر بود در جا گیر میکردن خود اینا 60 70 جا گفتن لولا علی لهلک فلانی اگر علی نبود ما همه هم ما هم هم هلاک شده بودیم گیر میکردیم بازم میرفتیم سراغ خودش حقش خورده بودیم زنش کشته بودیم اما میرفتیم مسائل تفکیک میکرد از هم میگفت سوال دارید تو جواب بگیر در علم انا, مند... انا مدینه و علیون بابا در نسبت با پیامبر پسر پیامبر برای عربا خیلی مهم بود دیگه نسبت پسر عموی خیلی مهمه پسر پیامبر داماد پیامبر تمام ازدواج تو عربا انقدر ساده مثل خوردن یه لیوان آب ازدواج میکنن تنها کسی ازدواجش پیچیده شد و خدا اجازه نمیداد از زهره بود اینا میافتن همش خواستگاری از زهره رفتن جواب نمیداد گفتم چرا جواب نمیدی با اشیره ما سر جنگ داری دختر به ما نمیدی حضرت میفهمون نه این یه مورد خدا فرموده دستی هیچ کسی به هیچ کس رفتی نداره من میگم کیه یکی از همون کسایی که, که در ماجرای حمله به خانه از زهر و نقش داره میگه دیگه میگه میگه من سه تا دلیل تو ذهنم بود یکیش همین بود یعنی کینه کرده بود امان از آدم کینه ای امان از آدم کینه ای من چند بار گفتم روزی نیست این به من اثبات نشه برادران روزی نیست این به من اثبات نشه که با شیطان یه جا بشینید با آدم کینه ای و لجباز یه جا نشینید خب هر جوری من نگاه میکنم ول کن اصلا اسمت نداره راست میگید اصلا علی هم یکی از صحابه است راست میگید باری کلا ولش میذارم کنار چند تا ستاره هم میخوام یکیشون انتخاب کنیم دیگه ببین کدومی که بهتره <applause> اونی که فرار کرده خب جناب خلیفه دوم میگه من خودم همچین تو اوهد فرار کردم رفتم نوک کو کیف کردم با این صورتون هستم برام بالا خودش میگه عثمان که سه روز بعد پیدا شد یعنی جنگ تموم شده بود منتظر بودن نبود فکرن کشته شده جایی بعد سه روز دیدن داره میاد سمت مدینه یک چک نگاه کنید یک چک یک سیلی بر اسلام نخوردن معاویه و باباش که پیغمبر بخواستن بکشن <خصف> اصلا هیچ تو سپاه عمری بودن کلا خب میگم ولش که جسارتم بیشه یه خورده تو اینا شک و پس من همین <خصف> کسی که اعلم اقزاس اشجع انسب همه شجاعتر نسبتش بیشترش قاضی تر عالم تر این انتخاب کنم دین الحق کدام ورژن یا چجور نماز بخونی و میسم نه علی چجور نماز خون چرا چون کتاب خودتون اومده علی شبی پیغمبر نماز خون شما تغییر دید چجوری وضو میگیری و میسم نه علی چجوری وضو گرفت تو مطمئنم پیغمبر اینجوری وضو میگرفته شما از زمان عثمان به بعد تغییر دادید پاهاتون شروع کردید شستن درست و این قلبه یو سره الدین دین کله این قلبه در ظهور اتفاق خواهد افتاد این یک قلبه ابعاد مختلف داره این قلبه فرهنگی قلبه علمی قلبه عقیدتی یا قلبه حکومتی این در ظهور شه حالا من و اون نقشمون چیه باید ابزار این قلبه رو فراهم کن معجزه رو بذار کنار رو معجزه دست من شما نیست به من شما ربطی نداره خب در ظهور معجزه رخ میدهد یا نمیدهد بازم به ما ربطی نداره چون بخش خداییه منو شما باید چیکار کنیم ما باید وظیفه خودمون تمام کمال انجام بدیم یعنی ما با خودمون بگیم وقتی امام زمان زور میفرماد اینا که با این نمیسن نگاه کنن اونجا رو موشک بارون میکنن یه یعنی اصلی ترین دلیل دیگه خب چیکار کنیم ما باید انقدر قدرت مند بشیم که بگیم اگه شما با دین ما بربرید با امام ما سراغ امام دین ما برید ما دنیاتون رو با آتیش میکشیم اونا بر دنیا زندگی میکنن دیگه ها بعد انقدر قدرت مند بشیم یعنی اون قلبه زمینه قلبه رو فراهم بکنیم زمینه قلبه فرهنگ عقیدتی چیه میگیم آقا شیعه باید تا قبل از ظهور امام زمان اینقدر کتاب چاپ کرده باشه انقدر بحث انجام داده باشه اینقدر مناظره انجام داده باشه دهنا بسته باشه عرض کردیم حضرت حجت زمان زور میکنه که حجت ها تمام شده باشه خدا همه حجت ها رو تمام کرده باشه این مسئله فلسطین که از این حجت هاست خدا با مسئله فلسطین دهان کل اعراب اهل سنت داره میبنده شما متوجه نیستید کم جمعیتی نیستن بالاخره اکثریت اسلامن میگه خب چی شد تو که برای عربیت مهم بود جمال عبد الناصر جمال وین 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 الملاین میخوندی آره میگه غذب العربی وین دم العربی وین اون غذب عربی و خون عربی و... یک کلمه اسلامی توش نداره وین کوش عربن دیگه فروختی دی به نه؟ توی که اسلام کار نداشت توی که روایات کار نداشته باشی اهل بیت کار نشه گفت حسبنا که تو فقط کتاب خدا بر ما بسته می تو کتاب خدا نگفته کسایی که قرانتون رو مسخره میکنن و به ولی، به ولایت نگیرید ولایت هم که شما میگید دوست اصلا دوستی نگیرید غلط میکنی با آمریکا دوستی غلط میکنی با فرانسه دوستی غلط میکنی با انگلیس دوستی اینو بر پیغمبرت کارکاتور نکشیدن مگه همین الان یارو قرآن آتیش نمیده برش محافظ میذارن این که دیگه ظاهر آیه است لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء میگه اهل کتاب رو دوست خودتون نگیرید دارید معامله قرن میخواد برید انجام بدید برید با کی با صهیونیستا بشینید دور یه سفره پاسخ به نهایت چیه حجت رو خودتون بعد مرحله بعد اصلا دینم نداری کوری بچه دارین چه پرپر میشه اونم نمیفهمید به روزای امام حسین این نیست که فقط تو دین داشته باشه کافر هم درگیر میکنه روزه علی اصغر هیچ جایی که مثل کربلا نمیشه مقایسه کرد اما الان داره یه چیزی شبیهش رو خدا به وجود میاره میگه ببین و تعجب نکنی چرا یه دکل میکشیدن ها هل هل میکردن فکر نکنی آ اینا یه چیزی گفتن دیگه اینا ها خودشون در آوردن مدعا ساختن نه عزیزم میشین چه بچه رو بزنی پرپر پر دست باباش نگاه کن طرف کیف کنه مگه عکس جنازه بچه کوچیک نذاشته بودن تو کانال تلگرامیشون کلی زیرش خنده و نمیدونم شادی و آخ جنوبت بچه هاش نکشت دیده هست دیده انسان تا این مرحله میتونه سقوط کنه بیا خب حالا کدوم وری این اتفاق باید بیفته اگر شما دم از غلبه رسانه ای می میزنی کو رسانت کو شبکه اجتماعیت کو شبکه اجتماعی موثر تاثیرگذار تو دنیا کو یه سلام فرمانده خوندید ببینید چیجوری گرفت و کجا رفت پس می شده برای که می شده انگوش کوچیکه این سعودی ها تو کار فرهنگی رسانه‌ای نیستید حتما <تصفح> کریس رونالدو رو برداشتن آوردن که چیکار کنن باش کارخانه تولید داعش یعنی عربستان سعودی دیگه اینو ریبرند کنن، سفیت سازی کنن، ما که بودیم اصلا کسی رو نمیگشتن، همجوری میافتم <applause> کسی کسی که کنن اصلا سوال بود جالبه اینه. کسی رو نمیگردن میان تو، ما همه حرمان باید بگردیم چرا؟ چون کسی اونجا حمله نمی کنه، چرا اونجا حمله نمی کنه؟ چاقو <applause> که دست خودشو نمی باره، عربستان که خودشو نمیزنه که <applause> تو مدینه هم نمیگشتن حالا بگی آقا اونجا مکه است خانه امن الهیز اونجا که دیگه شرک پیغمبر میرن زیارت میکنه اینا شرک میدونن دیگه امام جماعت اونجا میگم من 50 سال افتخار من اینه 50 سال اینجا نماز خوندم یک بار به این قبر سلام ندادم خب گوسفندی دیگه گوسفندم سلام علام نمیفهمه شهید ازش کار برمیدن پیغمبر بعد از فوت بر نه. <applause> با مکتب و او این همه آدم رفتن شهید شدن از خودش کار بر نمیده شهید زنده است میگم اینی که کاری ازش بر نمیاد مرده تموم شده چرا تو نماز بهش سلام میدی جواب سلام واجبه بنده خدا نمیتون جواب بده خر پیش اینا پروفسوره خدا شاده یعنی هیچ شعور هیچ قرآن رو بذار کنه روایت رو بذار کنه شعور شعور انقدر انقدر یه پر مگسی فهم و شعور ای داشته باشه همه شرک 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 خب شیطان هم همین رو هم گفت خدا گفت سجده کن به اینو گفت نه خدا خود توجی نیست این شرک و من میگم به غیر من سجده کن نه توجی نیست تو توحید خوب متوجه نشدی خدایا من به غیر تو سجده نمی کنم تو فقط تو توحید من آدم قبول دارم الا یوم یبعثون به من وقت بده من آدم قبول. آ... خلیفت الله نه امام نه <applause> خود خود شیطونی شیطون را رفته شیطون با درس بس بده بات. میگه شیطون طبقه چهارم جهنم میزوزه کسایی هستن بالاخره دو سه یک مرحله اونجا برعکس دیگه طبقه یک بدتره درکات داریم و درجات داره ما برعکس هرچی زمینه ما مقصریم برادر من خواهر من اینجا نمیدونم واسه خودم نوشابه با کنم اون وهابی هدایت نمیشه من و تو مقصریم نه نه باباش وهابی بودن کجا میخواسته بگیره ها نه نه باباش کی حرفو بهش رسونده صبح تا شب تو گوشش اینا پمپاش شده بوده من و تو مقصریم بعد همه هم خوب نه کسی که فلانه اصلا شما زاده اصلا شروع میکنم تا نسب و نسل و بالا و پایین جد و بادی رو میریم و ببخشید اونی که مثلا این ق... تا قبل شیعه نبود بعد یوی مستبصر شد یوی کل ژنتیکش تغییر کرد ها نگی که مرغ پخت خندش بگیره ایش نگی سر تیر وقت کردن بروکلی سبچه؟ عقلانیت هم خوب چیزی والا، و منو من تو بوده کم کاری من تو بوده من و تو حوزه علمی هم دانشگاه همش نفس ما هست دو تا کلمه دو تا زبون خارجی به ما یاد ندادن تو این مدرسه بی ساب مونده نه اونجا زاره همه بال بال میزنن حرکت پروانه چی بسنم یه چیزی به یارو بفهمونه طلبه اونجا میخواستن حرف بزنن می این سفاری زیارتی به اینا عربی فسیحه که خود عربا حرف نمیزنن ما در عربا حرف نمیزنن اینا به روانه کاروان میده بگید اینا بیان پاشن مثلا بیان نمیتونست بگید چی بگید قرآنی باشن حرف میزن یا ایوها الذین آمنو تعالو الیه به سوی من ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی من بشه تابید بیانجو حالتون <applause> خوبه هم گچ دارن هم پج دارن سر کار بودیم یه عمر <applause> هم میگن هم می نویسن. تو عراق دیده نویسه بنچرچی سه تا نقطه <applause> اینا که همکاری ماست این دعای ندبه نیومده برای تو قصه تعریف کن دقیقا به تو میگه کجاها باید دست بذاریم دوین و دومده من تو بگی که عزیز من قلبه ی رسانه قلبه ی نظامی قلبه ی فرهنگی قلبه ی عقیدتی تو چی کاره این وسط لیوز بیا بیام آقا من دانشگاه زدم در سطح جهانی همه رو آوردم سالانه ده ها کنگره برگزار کردم اصلا شبکه های تلویزیونی زدم صبح تا شب مناظره چیه ترسی نداره به حرف همه اومدن حرفشون رو زدن با اون وهابی مناظره کردن با اون بهایی مناظره کردن با اون فلان یه کاری کردم فایلش تو اینترنت باشد یه نفر خاص بداند برو مصری که نارو نشسته میگه شما برای چی میده علی پیغمبره میگه خدا محمد علی با هم فرستاد اینا پیغمبره گفتم چه مزخرفات تو گفته گفتم کی مزخرف تو گفته یه جا برای من بی گوشیدم دست دیگه یه شیعه هم چه حرفی زده باشه بیا رد الجزایری بود تو فرانسه پزشک بود زده سینیس بود سال پیش اومده بود دفترم میگه شما چرا نمازتون تموم میشه بعد نماز میگید خان الامین خان الامین خان الامین نم چی میگیم بودم یه گفتم ببین فکر کنم من برای دارو سرطانی لازم دارم یه دونه این شیعه ها که اینو میگه برای ما پیدا کن <تصفح> کتابمون نگه جا گفته باشه حالا یعنی چی خانم گفت یعنی جبرئیل امین خیانت کرد جبرئیل امین خیانت کرد جبرئیل امین خیانت کرد وحی می‌خواست بده به محمد داد دا به علی داد به محمد شو اراجیف چی چیه خدا شاهد قرآن بشه میگه گفت این شبیه قرآن ماست فهمیدم قرآن ما فهمیدم این سوره اضافه تر دار داریم 115 سوره ولایت مقصر کیه ما این اخون دفاع نکه معلومه دشمن اول تو شایعه وجود میاره تو باید, باید دفاع بکنی تو دنیایی که به امیرم گفتن علی تو مسجد چی کار میکرده چرا تو محراب کشته شده علی با مسجد چیکار کار داشت علی که کافر بوده که چرا چون تو شامات بعد از پیامبر اینا مسلمون شدن به دست کی مسلمون شدن اولین حاکم اینا داداش معاویه بود یزید ابن نبی صوفیان اسم هم داشت و فش گذاشت رو پسرش این اصلا ورژن اسمش اسلام اومویه از همون اول برای اینا گفت بودن علی کافر علی فلان علی به همان فهم کن چرا حضرت سجاد تو شام شروع میکن داد زدن فریاد زدن میگه من بچه یکیم اینا تعجب میکن میریزن به هم که کافرن خارجی یعنی خروج از دین که کافره عربی فسیح که حرف میزد تعجب کرده بودن عجب انتظارش برای امیر مثلا معاویه این کارو بکنه بعد الان سهیونیستا این کار نکنن با ابزار الان اون که هیچی نداشت اینقدر عقلش میکشید و همش میرفت در خونه های بچه های بره کوچیک میداد به بچه ها میگفتن اینا رو معاویه داد یه خوری این بچه اخت که میشد علاقه پیدا میکرد دیگه پت خونگیش میشد به قولی ایوان خونگیش بعد چند وقت خودشون میدن جمع میکرد گفتن علی گفته جمع کن اینا با بغ زمیر بزرگ میشدن طرف ببین این دقت کنید طرف تو مدینه امام حسن رو دیده هر چیت دهنش در اومده گفته به این فکر کنید این دلیل شرعی داشت داره این کارش وگرنه شما بری همین الان بری وسط وهابی جرأت نمی‌کنی به وهابی فوش بدی <تصفح> چرا میگه میگیرن میکشنم یعنی با این پیشورتی الان منو میکشنن گفته بذار لاغر داده باشم وظیفه شرعی خودم انجام داده باشم اینه دیگه وقتی برخورده ما حسن میده حسن تعجب میکنه میگه و اون موقع این بلد بوده با چهار تا گوسفند از اون کارو بکنه ماویه الان نمیتونن نه با ماهواره و شبکه های اجتماعی و چه و چه و چه همین دروغایی که تو همین جنگ غزه اینو گفتن ندیدید همون اول یه دونه توید یه خبرنگار زد 48 تا بچه رو سر همینجوری وایرال شد پس بعد خود خبرنگار گفت آقا من اینجوری نگفته بودم اما نمیدونم چرا اینجوری برداشت تموم دیگه و اون روز من گفتم گفتم بابا اینا میخوان بچه قتل عام کنن این سوزن به خودشون بود حالا دوزه به بقیه الان نمیتونم بعد تو ب... میشه بفهمی بر قلبه رسانه چی کار کردی؟ بر قلبه فرهنگی چی کار کردی؟ نظرهای ملت چیه؟ هیچ همچون مسجد بسازیم خالی هیچ تو مسجد نماز بخونه حالا فهمیدی نظر فرهنگی هم باید میکردی که کار فرهنگی بشون بچه پاشه بیاد تو مسجد پول به آجر مسجد میدن پول به فعالیت فرهنگی خود مسجد نمیدن خالی این آوردیمش تو اینجا خب این چهار دیواریه صرفا سمم مازا بعدش شکار کن اینجا باشگاه زدی برای مسجده بیا اون ور نرو بعد صرف اقتصادی به وجود آوردی بگی باشگاه مسجد نصف قیمته برای کی برای اون کسایی که توش نماز میخونن استخر مسجد برای کسایی که نماز میخونن یک قیمت هفته چهار جلسه مثلا رایگانه نمیخواست بری تو هر کوچه یه دونه مسجد بزنی تو هر پنجتا کوچه یه مسجد بزرگ میزدی استخر میداش باشگاه میداش کلوپ بازیای رایانه ای هم میداشت ها اینه دیگه مغازه باید میداش مسجد دور تا دور مسجد باید مغازه داشته باشه بعد کپون تخفیف میداد به کسایی نماز میخونن تو مسجد هر دیگه آقا نظر دوست داره بینو خب کسایی که نماز ما میشناسیم نماز خونه خب بسم الله میرفت برنج میخرید میابرد به قیمت تمام شده هر چقدر بار و کارگر و همه چی تمام تقسیم انقدر برای کشی هست برای نمازگزار هست نه ببخشیم برای خودمونه آقا منم نماز تو میشم تشریف مخلص شما برید الان جمعیت پاکستان نگاه بکنید تقریبا 20 25 درصدشون شیعه اما تو آمارا 30 درصد 20 میلیون جمعیت داره واگه اون درست باشه که کشور اول شیعه دنیا پاکستانه نما چرا اینجوریه به خاطر اینکه از شیعیان زکات نمیگیرن طبق قانون سنی ها هم برای اینکه زکات ندن خودشونش شیعه معرفی میکنن صرف اقتصادی فهمیدی یعنی چی حالا بگو بر بچه زیاد کن با چی با یه بچه زیاد کنم شر پوشکش موندم تو چی کار کردی بر صرف ببین بعد انتظار مردم به مسجد بر چی بود مسجد نه دیگه بیا نماز یه تنها چیزی که هم مسجد مونده نماز جماعت ثواب نماز جماعت به مسجد اون چی شده همه پر صندلی مسجد مثلا سن میری صندلی گذاشته شده است جام مشخصه بری سمتش موشک اتمی بالا سرت خدا همچین، چی منه بردم بازیت بومهن بود نمیدونم رودهن بود کجا بود این من همشه قاطی میکنم سخنرانی داشتم بعد آقا وسط سخنرانی جیق و داد از سمت زنونه من هی داد میزدم پشت سرم سرم میکردم یه چیزهایی که فقط قلبه صدا داشته باشم صدا تموم به شهر کفتید تموم نمیشد لامست خلاصه سخنرانی تموم شد ما سوار ماشین شدیم و اومدیم بیرون دیدیم مادر ما زنگ زد الو سلام گفت ما داشتیم از شمال برمیگشتیم سر را دیدیم بنر تو <تص> رو زدن گفتیم هم نماز بخونه هم جاییم سخنرانیش گفتم این داد و بیداد چی بود مامان گفت آ بابا یه دختر بنده خدای خود حجابش شل بود اومد مسجد گفت یک این خانم مسجد قفلی زده بود روی اینکه میری گم میشه بیرون اونم جیغداد اون بود با هم داشتن دعوا کرد. یه همینه دیگه یعنی دیگه پدر جد دیگه نمیتونه که نمیتونه برشت مسجد دیگه چرا چون اصلا این آدم متخصص کار فرهنگی نیست این اصلا قلبه فرهنگی نمیتونه بده گفتم اجا رفته دیم زدو دستشوی ایرانی دستشوی فرهنگی فرهنگی زدو فرهنگی خب گفتم اینا دقیقا منظورشون کار فرهنگی هم همینه میرن کار فرهنگی میکنن یه کار فرهنگی یه تپه سالم نمونده و نتیجه چیه؟ نتیجه که آقا این کار قلبه لیو زهرهو قلبه آدمش هم میخواد علا بر تئوری یعنی آدم فرهنگی با آدم خدمت شما کنم عملیاتی دو تا آدم جدان همونجه که معلم ریاضی با معلم پرورشی از زمین تاسم فرق داره را میاد میگه معلم پرورشی معلم ریاضی دیدید من دیشب نیرون انتظامی سخنرانی داشتم یه ای از این بچه های حفاظتشون نشسته گفت ببین از راه میان من بهت میگم این آگاهی چیه این نمیدونم چیه گو از راه رفتنشون من میفهمم همکار خودشون میگفت آره دیگه بعد شما مثلا یارو یا رو با یه حیبتی یه عظمتی یه که بچه ببینه زهر ترک میشه بودشتی این کار فرهنگی کن با یه ملوتر یه خورده صبورتر یه خورده قلب فرهنگی ایده میخواد پول میخواد همین کریستونالدی آدم همیشه طرفتار فلسطین بود همیشه هزینه داد بابت این دیدن از سمت اسرائیل نمیتونم بیان سراغش دیدی؟ رفتم با وحاوی دورش داد چرا؟ صرف اقتصادی برش بود پول داداش پول بیمایه فتیره اسب حضرت عباس هم یونجه میخواد با هوا کار نمیکنه آیه ولایت امیر المومن و یا اتون از زکات ما هم که اون یا اتون از زکات پول میخواد پول حرم امروزا رفتی داره حوز رو خراب میکنه چرا حوز خراب داریم سالم آقا وقف حوزه پول داده یارو گفته قفلی زده گفته فقط وقف حوزه است جای دیگه خرج نمی‌کنید جهنم مگه نه اونجا زیارت میکنم پول جمع شده حوض سالم خراب میکنن حوزی که میدین که اون کسی که برای امام رضا داره حوز میسازه میسازه ها 500 سال حوزه 500 سال پیش حرم ساخته کاشش نمیفتن و با مصالح اون موقع و کسی نه اینو توجیح کنه بگه داداش این حوز داریم کلی بچه داریم دارن نابود میشن امام رضا هم رز... رضاعتش تو برای تو, تو مناطق فقیر نشینه مشهد اونجا فرش های حرم آموزه یه دو بار بارون بخوره رو میدنش بیرون میفروشنش یه دو بار خ... دیر به من بارون بخوره فلا یه خوردم تازه باز یه خورده بگذره مثلا در بود بخواد بشه یه تیکه تیکش میکنن قطعه ای از فرش حرم متحر ازش بده بیاد حاضر شد؟ ها. کار خوبی هم میکنن هر چیز دارن پول سازی میکنن دمشون هم گرد او یه کارخونه فرش بافی داره اما هستن تو این کسایی که اگه فرشش شور شده و دختر شوهر داده بودا خب معلومه کار نظر فرهنگی خب چیزی میخواد قلب فرهنگی چند نفر ما میرفتیم سراغ بنده گاوداری داشتیم گفتیم آقا پول بده بیم بازی کامپیوتری بسازیم میز از زیر خنده گفت تو خیلی پر روی من پول برای حسینیه شنیده بودم برای جایزیش بازی کامپیوتری قحقح بعد که بازی ساختیم دید بچه خودش تو خونه داره بازی میکنه رو اخلاقش رو رفتارش اثر گذاشته گفت آقا اون بازیه چی بود؟ چقدر چرا خرجش من رو میدم شما میگه بیاد مسجد با خدا آشنا بشه طرف یه کانال تلگرامی میزنه ملت رو با خدا آشنا میکنه ها شبهات اونجا کن جواب دادن مسجد لازم است حسینیه لازم است مهدیه لازم است فاطمیه لازم است. همه اینا که ایه در آخر همش لازم است بر منکرش هم لعنت اما چی لازم تر همینا برای انسان از کدوم آدم خود بشه همه شما هایی که اینجا نشستید همتون بلا استثنا اونایی که متأهلید اونایی که مجردی که بچه برادر کوچیکتری چیزش همتون دغدغه دق دقیق مدرسه بچه‌تون دارید که کدوم مدرسه بین بچه‌امون رو ثبت نام همینجا هم یه همین یه آمار می جمعیت بالایی تو همینجا دارید یه پول زیادی به مدرسه های خاص دارید میدید به خدا قسم خود درگیری برای در من خود مبتلا به این مسئله برات در ادامه دا پس با آقا من جمعش کنم قلبه ای که قرار است صورت بگیرد کی زمین شد اگه قرار همه کارا رو امام زمان انجام بده خب هزار سال پیش می کم فکر کنید به این خدا میخواست ما رو سر کار بذاره مثلا پس برای چی برام میگه که افضل الاعمال انتظار افضل اعمال یعنی نمازم عمل حجم عمل روزه افضل اعمال انتظار فرجه پس برره یا مخواه گوشه یه کاری باید بکنی افضل اعمال عمل عکت کنشگریه داینامیکه بی عملی نیست میشه بفهمه عمل چیه؟ دعا فقط دعا بکن بعد دعا هم بکن اما دعا میخواد یه چی تو ذهن تو بکاره ببین شما بشین به همه بشین خدای گرست سیر کن خدای گرست سیر کن به خدای گرست سیر من قسم میخورم این گرست نیست یعنی به قسم اگر از آسمون یه پرس قضا اومد زمین من کلا هر چی شما بگی مطمئنم نمیاد خدا بر دوازده نفر یه بار این کارو کرده حواریون حضرت ایسا تو قرآن هم آیش آورده بعد گفته بعد از این اگر برگردید شما رو جوری عذاب میکنم که احد و ناسی رو اینجوری عذاب نکرده باشه بخون رو مادر ماهده اصلا قصه همینه دیگه ماهده آسمانی ماهده پس از آسمان بر کی جلو چلو کباب اومده؟ نیست اوکی؟ میگه اللهم کل جارن خود همه گرست رو سیر کن خودت هم یه کاری میکنی چی چیه مؤمنانه داری ارزاق جمع میکنی تو باری کلا دمت هم گرم دمت هم گرم خدا جوانار هدایت اینجا چه لال میشی؟ اینجا چه فلج میشی؟ و جوان رو هدایت کن با چی هدایت کنه خدا خدا یه کاری کنگه و یه خوابی ببینه خیلی خوبه بلدی یه خوابی ببینه و جوان رو با چی هدایت کنه الله هم مشغل ظالمین به ظالم آیا ظالم ها رو بنز به ما این بحثت بشیم مشغال کنیم ما لم بدیم نه هم دعوا کنن دورو میذاریم نگاه کنیم تو خون بشکن الا اون مشغل ظالمین به ظالمین یه کاری تو باید بکنی جسارتن <applause> الا اون مشغل المسلمین به المسلمین میدونه انجام دادن <applause> میبینی؟ یه داعش درست کردن کشت و کشتار انگلیس ها تو هند میرفتن جده در مسجد یه سگی میکشتن و نجس بوده نجست رو دارن میرفتن تو محله هندو یه دانه گاو میکشتن این کار مسلمان است سال نبا می یا یهودی شمال مدینه همین جیره بودن دی. یه دشون همپی... همپیمان اوس شده همپیمان خزرج این هم سرش یه شطور چل سال بود داشتن از هم آدم می کشت سر یه شطور بوده و اینجا تو چی کاره ای؟ آقا میگه اسرائیل جنگ 1967 با اعراب ناو آمریکایی یو اس لیبرتی رو با, هوا... با موشک زد که بگه مصر زده که آمریکا به مصر حمله کنه چرا مردم آمریکا این خبر ندارن چون من تو عرضه رسانه نداریم دروغ قراره بگیم دروغ قرار بگیم نه ما واقعیت رو بریم بگیم کافیه من اصلا فهمیدم میدونی که شیطان وقتی شما رو دیگه یه جایی نتونه متوقف کنه شما رو بین دوتا کار خیر اون کار خیر کج کلر به تو پیشنات میده من خیلی داردم پولاشون رو حروم میکنم خدا شد پولاشون رو حروم میکن دوباره ما ارتباط گرفته بود خب من با خودتون پول نمیدم اما مسجد جمع کران یه لوستره ایتالیایی دارم میارم نمیدونی چه جو. این که میگم مال ده سال پیشه گونه نه دونه سی میلیون تومن پول این لوسه راست من گفتم بابا جمع کردن دوتا دستشویی نداره اونجا دوستر میخواد چه همه ما هم نمیفهم چه ها دیگه نمیدن رفت کرد از ما که نتیجه نگرف در حالت خوشه اینجا مردم قرآن عادیش نمیخونن قرآن عادیشون نمیخونن بوشون قرآن طلا میسازن دیدی هر از رو نمایی میشه قرآن رو کشتی طلا قرآن رو صفحه طلا اون دقیقا کاربردش چیه <applause> بعد جما میریم سخنرانی ما, ما قرآن هدیه میدن اندازه نصف میزه نمیدیم چی کارش کنیم به خدا قرآن نمیشه باش خونده چی میتونی قرآن؟ گوشی من قرآن میخون تشت قرآن جیبی دارم با میکنم تو همرامه ترجم هم ترجمه هم نه ترجمه داره بعد با خط نمیم چیچی هم نوشته بعد دو ساعت بالا پایین کنی الان الف جیم این چیه پول بیت المال می‌خواستن حرم کنن برنده. دیگه یادم میاد 7 8 10 سال پیش این قرونا من هدیه دادن از شهرداری گفتم چیه بابا اینا گفت اون 500 هزار تا این آب خورده بچه به محتوای پرن غیر اخلاقی در کسر ثانیه دسترسی داره یه نرم افزار قرآنی داریم جامع و تفاسیر فوق العاده است اصلا من موندم جهادی که سازندگان این کار رو انجام دادن اصلا اعراب گذاری که اینا صورت دادن روی ب... کتاب ها جامل احادیث اصلا باور نکردنیه اصلا باور نکردنیه این کار عظمتش اما پولی کاری هم که انجام میدادن بخش عمدهش هم بوجه به طول مال بوده اما هنوز پولی یعنی هر چیزی که گناه داره مفت هر که بعد رایگانش که میگیم اینجا کسی ناز ولد نیست بره با یه بار بره پیشینه با مسئول بگه داداش چند اینو آزادش کن چون صدها مثال برای شما زن صدها مثال یه چی دیگه بگم بهتون طرف مثلا بلند میشه میره من چند وقت پیش رفتم خب ما اندیشکده میگه تو حوزه حکمرانی کار میکنه یعنی اصلاح حکمرانی که آقا مثلا فلان بخش کشورمون ایراد داره بعد برطرف پیداش می‌کنی با نماینده ها صحبت می‌کنیم می‌ریم تو شکمش دیگه مثلا همین شفافیت که مثلا پیگیری می‌کنیم بعد رفتیم حکمرانی شریف دانشگاه شریف هم یه حکمرانی داره رفتیم تبادل آرا و فلانه بعد نشسته بودیم صحبت این شد که چقدر خرجتون و فلان اینا به من به شما بگم مثلا یه اندیشکده‌ای که خوش کنید. یه اندیشکده‌ای که می‌تونه ببین شما الان میری مثلا به فقیر کمک میکنی یه منو تومش پول میدی این یه تومن رو میخواد بره چی بخره دو کیلو گوش میشه دیگه تمام تا ابدا که دو دو کیلو گوش نمیتونه زندگی کنه که تاش خیلی کشش بده بگی دو ماه سه ماه چهار ماه همین گوشت رو بخوره ماه 250 گرم مثلا اوکی بعدشی اما یه اندیشکده میاد چیکار میکنه اندیشکده میاد اون ایراد رو پیدا میکنه یه صد هزار میلیارد تومن اون بالا تو بودجه درست میکنه که داشته هدر میره ما تو کشورمون میل داریم حیف داریم میل با حیف قابل مقایسه نیست قابل ما اپسیلون هم نیست کنارش ما حیف تو کشورمون زیاد داریم که خودمون اشتباه مثلا تو کبیر بری آب بریزی باغچه خونت آب نریزی انگار اینه همین الان یه پروژه زدن تو گوشش انتقال آب خلیج فارس به بالا 400 هزار میلیارد تومن میخوان راه بندازن آب اونجا شیرین کنه بفزن تو لوله بیار میدونن آب لیتری چند تومان در میاد بعد اون چی کنیم. کنی متوجه چی میگم کسی است به رب بالا اونو درست باید زرنگ اند همه رو زینف میکنن برای اینکه سپاس داشت درن دادش داش بیا قرقا خاتم بیا لولاش با تو تو هم بیا اینجا بانک فلان یه کنسرسیوم درست میکنن راشینه <applause> بلد کارن بعد کی میخواد جلوی اینا هیچ این کی چرا چون کسی بلد چون اندیشکده به ذات شکل نمیگیره کنیم دیوونه بیان دور هم بیا فکر کنیم پول خرج کنیم فکر کنیم کی می حاضر نظر بکنه بگه من یه اندیشکده میزنم در حوزه اقتصاد بعد میگه که جز ارزون ترین کارا چرا چون هیچی نمیخواد نه دستگاه تراش میخواد نه هیچی هیچی میز صندلی لپتاپش هم خودش میاره رو یه میز و صندلی میدی نهارش هم خودش میاره یه حقوق ماهانه این شروع کنه این دانشگاه اون دانشگاه این استاد اون استاد یه کاری بچه دارن انجام میدن توزیع قوه قضاییه مراجعه به اجرای احکام 30 درصد کاهش میده فقط با, ف... با فهم درست یه فرایند و فکر نکنید الان مثلا کار عجیبیه این قبلش داشتیم رفتیم تو دیوار اون دیواره رو برداشتن دیگه حل شده بعد شما فکر کنید ببینید یا مثلا تو بحث وسیقه ها تو بحث وسیقه ها طرف پول داره الان تو بانک 400 میلیون پول جی... آبرونش جیبش این اتفاق افتاده واقعی میگم تو دادگاه داره داد و بیداد میکنه برای 5 میلیون می‌خواد از زندان گفت اینا تو جیبمه 400 میلیون پول تو جیبمه میگه من جون تو آقا بگو بره کارت بکشه گفت نه این کارت خانه مال جریمه هاست خب من برم اون ور خیابون بانک پول بگیرم من بانک ببینم اگه تو را فراکت چی حالا چی دو تا سرباز اینو برن زندان سه روز چهار روز زندان باشه تا بتونه جربه خرج زندانی کی میده خرج سربازی کی میده خرج اون ماشینو کی میده خرج من تو میدی برای چی برای اینکه فقط کافی کنار کارتخانه یک کارتخانه دیگه هم باشه اما این طرف شما دیدی؟ اصلا طرف بانک ها میان رایگان کارتخان میذارن تو مغازه ها میان داداش بیا فقط تو بانک ها ما کارت بکش میبینید چی میگم برای چی برای اینکه اینجا این فکر باید اصلاح بشه مملکت ما الا ماشاءالله پول دارد نمیدونی پول چیش باید خرچه درست خرج پس پچی حیف بیشتر از میل است شما رو با میل گول زدن آقا اینجا انقدر خوردن همه اینا جمع زدن چقدر یک ده هزارم حیف کشورم نیست نمیگم یه هزارم قابل مقایسه نیست یه مثال دیگه هاتون که کم بخندید بودجه که فقط هر ساله در کشور ما خرج سوبسید بنزین هواپیما میشه از هواپیما چند درصد مردم استفاده میکنن یک درصد فقط 99 درصد نمیدونه هواپیما چیه میدونن ها تو آسمون داشتم یه خط سفید رو انداخته اینجا دست کم دادن به هم نشون میدن هواپیما ما اونه باشه یک درصد استفاده میکنن بنزین لیتری 600 تانو میده سالی چقدر داریم سوبسید میدیم یک و دو دهم میلیارد دلار. یعنی چقدر شست هزار میلیارد تومن <applause> هفتاد درصد اون بنزین کجا خرج میشه؟ سفرهای خارجی شما یه سر بری بانکوک برگردی 9 میلیون تومن بودجه بیت ما رفته تو جیبت سوبسید میدیم بری بانکوک بیای داداش فهمی چی شد یک درصد فقط استفاده ما 99 درصد حالا 60 هزار میلیارد تومان شما ببری تو جاده ها بیاد به خصوص ریلی که 99 درصد بدبخت دیگه استفاده میکنه ازش اون تو چی میگه؟ یه نه ولش کن اون یه درصد پر و صدان اون یه درصد آدم مایه داران صداشون در میاد گور پدر 99 درصد کی باید جلوی اینو بگیره اون اندیش کده اصلا شما خبر ند اندیش کده اصلا اینا رو بیرون میکشید شما کجا باید خبر داشت میره آمار رو میذاره کنار هم دیگه می های فراوان من میتونم برای شما بزنم شما خودتون تو کار میکنم یه مثال دیگه الان مبتلا به یه بگم اینو از دو نوت حساب نمی کنم میبردم الان اومدن انصافا آدم کف میکنه یعنی تعجب میکنی میگه بابا دمتون تو گم چقدر میتونی شما مشتی باشید قفل به قرآن همه جای دنیا همچین کاری یعنی که آقا گوش کنید ما سیمان و فولاد رو میخوایم از بورس بکشیم بیرون چون اونجا قیمتش میره بالا علکی قیمتش بیاریم بیرون پایین که قیمت ساخت مسکن بیاد پایین پورا دمشقی هم چه مسئول خوبی خوبش میخوام حساب چی چیکار کنیم مسکن مثل مسکن ملی اسمش گذاشتم مسکن ملی ما مسکن ملی بسازیم چند متری میخوای بسازی جهنم و ضرر 100 متر خوبه 70 متری بخوام بدن 100 متر مثلا خوب مثلا اوکی با اسکلت فلزی میخواد میسازی عمرن بتون میسازی دیگه درست شد بیا یه ضرب و تقسیم کنیم دوستان اونایی که دستشون تو کار تو سازندگی اینجا شرایط معلاتی زیادن خب خوب گوش یک متر ساخت خانه چند میلیون تومان از الان 10 تومان بگفتم که بیشتر از از بیشتر ضرر کردی خب متر 10 تومن الان خونه هزینش چند من دیگه میگم کفش گرفتم دیگه معامله جوش بخوره خب حاجی فرمود 15 تومن میگم 15 20 تومن میگم 10 تومن دیگه آقا دیگه قراره مسکن مهری تو پاچه ملت کنیم بره دیگه حالا بعدن در میذاره بعد جان الان 20 تومن حداقل میگم دیگه بابا خب اینجا محلاتی شما بسازی بالاخره شیرالات و اینا اسکه آقا بتون ارزون گوش کن میخوام مشتری شه وقتی اینجا رفتیم قرارداد بستیم با هم گوش کن 10 تومن دیدی چی شد دیگه 15 و 20 دارن میفرمان درست هم دارن میگن خب 10 تومن باش هر متر چند پاکت سیمان میبره سه پاکت بارکه هر پاکت سیمان چند تومانه 60 میگه 80 میگه 70 میگه 50 میگه خب خب مارکا فرق میکنه نه درست میگه دیگه من میدونم اینجا معلوم مثلا جلسه شهر ریمون که من خدا کار ساخت و ساز نباشن چی؟ حال گوش کنید تا ته تایش دیگه پنجا قبول نه دیگه باشه دیگه میخوام خب اونم ده گرفت اینا پنجا خب حالا گوش سه پاکست سیمان میبره دیگه هر متر این که دیگه اجماع دارید ها الحمدلله خب میشه چقدر سه تا پنجا سد و پنجا چی پونزه سد 100 متر 15 میلیون 15 میلیون از 100 متر متر 10 تومن 1 میلیارد چقدر هزینهشه 15 میلیون به 1 میلیاردش سیمان بوده میخوای اینو بکشه بیرون که ارزون بشه دیگه مثلا چقدر ارزون بشه 20 درصد 20 درصد 15 میلیون میشه چقدر میشه 3 میلیون برای سه میلیون از یه میلیارد میخواید این کارو کنید دمت گم انصاب بناب. ماشین حساب ندارید اینجا در دستتون <applause> بعد سیمان بیاد بیرون چی میشه آه، امضاهای تلایی، حواله سیمان به این بدیم به اون ندیم فسادش یادتونه <applause> اینو کی میتونه در بیاره اندیش همین دیگه جلا میتونه بگیره تا نظر الان کجاست از چه دیم گل لسه شد بیدیم یه براغش کنن گفتم هم لازمه مسجد خوشگل باید ساخته بشه تر و تمیز قشنگ گفتم من که میگم از استخ باید داشته باشه تا دور تا دور مغازه که همه چی مردم از اون اصلا مسجد باشه محل توجه اصلا نونش طرفو مسجد گیره بگه بگه برو مسجد گوشت بخر برو مسجد نون بگیر برو مسجد سوپرمارکت برو مسجد برو مسجد برو مسجد برو مسجد نماز این نباشه که بگه حالا تو را گیر کردیم بریم مسجد دستشویی <applause> کدوم مسجد درش بازه متوجه شدید این قلبه فهم میخواهد درک میخواهد بیشتر از آن که پول بخواهد این را میخواد بفهمیم پول کجا باید خرج کنیم یه بابای آمریکایی الان تو ماجرای غزه توییت داره میزنه خب آره جکسون هینکل بعد این این دفعه بعد مسلمان باش حال کردن دیگه داره حقیقت رو میگه یوتیوبشو بستن درآمد داشت از یوتیوب یوتیوبشو بستن همه چیشو بستن آورده باشه آقا یه سه دلاری به من کمک کنید تا بتونم ادامه بدم ملت هم بخاطر دارمش کمک میکنن خب درمش کمک میکنن دیروز پریروز توییت زد اکانت شده اکانت اول توییتر ایلان ماسک هم رد کرد یعنی الان اکانت اول توییتر داره عکس حاج قاسم سلیمانی میذاره اکانت اول توییتر دنیا می تو شبکه اجتماعی توییتر از همه شون مهمتره چون تمام سیاست مداره اونجا این اصلا زرده توییتر مهمه چی شد؟ با یه همچی چیزی ساید. چون هول فلسطین یه اجیمایی اختشک گرفت فهم این مسئله اهم مهم خدا چی دیگه باید به مسلمان میده همه چی داده برای این قلبه نفت به اینا داده جمعیت و به اینا داده نقاط و مهم دنیا رو به اینا داده،, داده هیچ اینا بازش یارو از اون ور دنیا بلند شد اومده تو خودشون تو سرزمین وسط خاورمی داره به خاک و خون میکشه همشون دارن اینجا نگاه میکنن امام میگه میگه یه سطل آب بریزید اینا آب برده یه میلیارد دید یعنی به خود همین کشور عربی الان بریزن لب مرض همینجوری که میگم چم آدم بکشن مگه آ ار اردن همینج میلیونی برن آقا مگه ما میلیونی نرفتیم عراق نیرو انتظامی تونست جلو ملت رو بگیره اون سال اول که با ملت با کارت ملی با فیلماش میاد بیرون دیگه میرفتن و زیارت میکردن برمیگشتن چند نفر میتونه نگه داری اراده رو میکشن قلبه ذهن نیست اول ذهن تو میکشن بعد تو جسمی همین اتفاق نمیفته ادراک شما رو تغییر میدن جنگ شناختی انجام میدن بود که بعد ان بوعته مبوع از صدق من اهلهی میگه این وعده که قلب خواهی داد بعد از اون این که و شرطش اونی که بوعته یعنی جایگاه دادی به کی او آن پیامبر چه جایگاهی جای صدق جایگاه صدقی احتمالا مفعول مطلق نوعی باشه من اهلی میگه جایگاه صدقی بشه دادی از اهلش اهلش کیان یو تنها نبود اهلش فاطمه صدیقه است سلام الله علیه اهلش امیر المومنین صدیق اکبره اهلش حسنین علیهم السلام یعنی شرط تحقق این وعده که دین او کامل دین او قلبه بدو کنه بر همه ادیان این است که اهل به واسطه اهل بیتش اتفاق بود. و جایگاه صدقی که اهل بیت فراهم کرد شدید یعنی امکان نداره بدون اهل بیت این جای اتفاق بیفته فکر نکنه اگه بیرون این شاخه اسلامی تونلی یه سوراخ یه جایی هست میشه رفت رسید امکان نداره شما ماجره فلسطین رو نگاه کنید هر کسی داره الان به فلسطین کمک میکنه یه ربطی به اهل بیت داره یه ربطی به اهل بیت داره آه دیگه نمیخوام خیلی باز کنم بعد و جعلت لهو و لهم و قرار دادی برای او و براشون خودش و اهلش اول بیت وزع للناس الذي ببكته مبارك و خدا للعالم خب میگه اون قرار دادی برای اون خدا برای پیامبر و اهل بیت پیغمبر اولین خانه ای رو که برای همه مردم دیگه قد بفهم نیست، نیست للمسلمی نیست لناس این کعبه اگر بحثش رو مطرح کنم تو این جلسه نمیشه اصلا تعجب میکنید میگه این بکه حالا باز میکنم چرا اینجا لفظ بکه رو استفاده کرده عمدیه خیلی نکته مهمیه که این سرزمین مبارک است و وسیله هدایت کیه؟ مسلمان ها؟ عربا؟ عالمی چه ربطی داریم تیکست خونه تو اونجا وسیله هدایت کل جهانیان بشه همه اتفاقای ما هم اونجا میفته و مهمترین اتفاق هستی اونجا خواهد افتاد کانون توجه جهان خواهد بود روزی که آقای اون تکیه میکنه و دنیا بعد از او یه دنیای دیگه است تمام 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 دنیایی که از زمین و آسمونش عدل و قسط میباره دنیایی که از آسمون و زمین عدالت و حقانیت و اقلانیت و انصاف و اخلاق میجوشه دنیایی که توش گرگ و گوسفند کنار همدیگه زندگی میکنن یه این, ارزش اون خونه به امام اون خونه است ارزش هر بیتی به چیه به اهل اون بیت است شرف المکانه بالمکین بلا تشبیه ما چون مثال من اگر الان اونوری نشستم شما هم تو اونوری نشستید این طرف نشستم شما هم این طرف نشست میومدی جلسه سخنرانی و منو رو به سخنران میشین اینجا نکته داره این ساده نگذاریم بحث عجیب قریبیه از جغرافیای مکه بگیرید موقعیتش روی زمین بگیرید اشاراتی که در ادیان قبلی در مورد او بوده یه محل حج تمام انبیا الهی بوده اصلا ما اسنادی پیدا کردیم داریم, داریم کار میکنیم که حضرت موسی علیه السلام این یهودی ها رو داشته می به حج میخواسته بیاره به مکه تو کتاب مقدس اشاراتی هست که اینا توش در بیاد و این مقاومتی که اینا میکردن یعنی مراسم حجشون انجام دادن بعدا برن نه اینجا بمونن یعنی به تاسی از جدش حضرت ابراهیم حضرت موسی علیه السلام داشته میورد اینجا خیلی محله مهمی است و برای این صهیونیستان مهمه که این سرزمین دست کی باشه غیر دموکراتیک ترین عقب مانده ترین جنایت کارترین تروریست پرورترین حکومت بوده هنوز هنوز آدم گردن میزنن تو اونجا خیلی آدم یه نفر شما قاچاقچی ادام میکنه پوستت کنده است اینجا کشور غربی است که بحث میکنن 70 تا 80 تا گردن میزنن صدا از کسی در نمیاد این اهلهی آیا این بیت حول چه شک میگیره میگه آقا شما خانواده اید حول چه میول ازدواج و محرمیت این زن و مرد خانواده شکل اینا بچه های اونان اینجا این, افراد دور هم حول چش گرفتن فی بیوتن از الله ان ترفع و یسر فی اسمه خب میگه این خونا توش رجالن، توش آدماییان لا تلهیهم اینا دنبال تجارت نمیرن دنبال لهو و لعب نمیرن ویژگیشون اینه حول خدا گرفته بیت نبوت از سنگ و چوبش مهم نیست اینا تو خونه گلی هم باشن همینه اون خانه است که پیامبر بعضی تا دوازده ماه هم گفتن شیش ماه دوازده ماه آخر عمر شریفشون نماز شباشی که در اونجا خون مسجد مهراب داشت نماز صبح اونجا میخون اما نماز شب میاد پشت در خانه فاطمه سلام الله علیکم هر موقع در اونجا رد میشد حالت کرنش میگرفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه دستور قرآن آمد تمام درها اینا میخواستن تو مسجد همه چیشون بود دیگه همین جوریش به مسجد درف میزدیم مسجد همه چیز اینا بود مردم دو تا در یعنی به تو مسجد از همون در میفتن از اون میفتن بیرون آیا اومد تمام درها باید بسته تمام همه رو آ... قبول نمی که اول پیامبر فرمود آیش کن الا بابه یه در فقط باید باز بمونه الان اونجا میرید یه سوراخی میگن خوخه ابوبکر خلیفه اول گفت چی فقط من یه دونه سوراخ بذارم به مسجد باز بمونه قد همین انگشت یه, یه سوراخی کردم که همون پیامبر مخالف اون گفت در همین حد هم اجازه ندارید آیه قرآنه چرا چه فرقی بین دقت بفرمایید چه فرقیه بین اینکه این, که این درم و در مادر بقی خونش مهمه نه دیگه. اهل خونه ما من خب اهل خونه چه؟ یعنی خود واقعا فیلد بینی بینی, بینی فکر مثلا خود پارتی بازی میکنه حالا یه دختر پیغمبر دیگه خدا این خواست از این پارتی بازی کنه برای چی بر پسر پیغمبر برای نوح نکد چپونده خفش کرد زیر بعد حضرت مو یه خورده صحبت کرده میگه الا تکن که جاهلین میگه چی میگه از نادان ها نباش ن سمن اهلک پسرمه اهل تو نیست جنتیک ما نیست گفت پسرم نه او لیس من اهل اهل تو نیست اون اهل بیت تو, تو نیست در جن با تو مشترک بله چه شب روش به تو رفت داره. نو اخلاقش به کفار بر من چی مهمه این جسم که خاک میشه اخلاق اعمال هر کسی رو هدایت کردید فرزند شما محسوب میشه عین یه پدری که ولایت اینا نه نب... از حوزه مثلا فقهی ها این چیزا نمیگم یعنی پدری که بر او ولایت داره بر او ولایت خواهید داشت نماز به خونه برای شما می نویسن دو هزار سال دیگه اون آدم دیگه یه نفر نیست که 15 میلیون جمعیته خوباشون هر چی کار خوب بکنم برای تو می نویسن مردی اون بر همجره کنترل برای تو می نزه بالا سکه داره می نزه برای همه قرآن میفهم آقا کار مهمتر از این داریم که شما این نفر را هدایت کنی یه نفر رو هدایت کنی انگار کل انسان ها رو هدایت کردی شما همیشه نگاه کنید آدمای درجه که تاریخ دنبال چی بودن پیامبر نگاه کن پیامبر قرآن سه صفت حریص منش استفاده کرده خدا میگه تو حریصی ایمان. در چی در هدایت مردم ول نمیکنی بی خیال یه نفر نمیشه بغل مونده میگو، من اونو بعد باید دادش ابا عبدالله تو مسیر حالا به ما سخنرانا بگم ببینیم چه سخنرانی 5 نفر آدم آقا شرمنده 5 نفر خداییش می من زیر 500 نفر نمیام ابا عبدالله تو مسیر بارها برای یه نفر دو نفر سخنرانی کرده برای یک نفر دو نفر برای یه نفر برای زهر یه ندونه بر. حالا مثلا زهر بود و نبود چه فهم میاد تو کربلا مثلا ها زرب. تا شهید شدن شد 99 تا مثلا به کجا برمیخورد اصلا امام حسین که دنبال این چیزا نیست خودش به همه میگه پاشید برید شب عاشورا خودش میگه برید میگه کدوم دستی که از این زن و بچه رو بگیره پاشه بره اینا فقط با من کار دارن منم کوتوبیا نیستم من, من هم اینجا وایستم تا این وسط بیابون یه حق و باطلی از هم جدا کنم ملل عبد. و قرار دادی برای خدا و اهل بیت اولین خانه برای مردم پس اونجا قرار مشکل همه مردم حل کنه نه فقط مسلمان نه فقط مؤمن نه فقط شیعان کلی از مردم بندگان خدا تو فقر فرهنگی ان خبر ندارن ها اینجوری جنایت فیزیکی میکنن ببینید کجاها جنایت های فرهنگی کردن خبر ندارید جنایت های اقتصادی کردن با بانکاشون خبر ندارید کجا کشورها رو غارت کردن استعمار کردن خبر ندارید اونا تا زیاده جنایت کردن در پوشش اقدامات آمول و انسان دوستانه و بشر دوستانه دفینه پیدا میکردن یه جا میرفتن در می آوردن بالاش یه بیمارستان میزدن یک هزارم فرون دفینه میذاشتن اونجا ملت هم خوشحال میگفت اینجا بیمارستان زدن. جان بگم بعضی از صحبت‌ها من برداشت کردم که از جای گفتم مثلا بیمارستان نمازی شیراز رو من دارم میگم نه من سینوسای هاسپیتال رو میگفتم مثلا شما دارن سین فرماسیون هاسپیتال اینا بیمارستان درست میکنه ملت هم خوشحال میمونن مثلا این پدر سوختای نمش پوشش بود مثلا اینا بعضی تصمیم میگن یا امامزاده رو بیارن آره یا در پوشش خیریه چه کارا کردن از مافیات مالیاتی و واردات و خودرو و نمیدونم چه بود چه و چه, و چه. اینا دقت بفرمایید این بر اونجا قرار این اتفاق بیفته و این اشاره به آیات 96 و 97 سوره آل عمران داره حالا چون دیگه وقت گذشته تا جا باشه ان هفته بعد ما اینا امید و خدا و عمری باقی بود ادامه بدیم ان شاء الله خداوند همه ما و شما رو از مسببان ظهور امام زمان مسببان خیر در ظهور ایشون قرار داره ان مشکلات همه مؤمنین حل بشه مسلمین حل بشه برادران عزیزمون در فلسطین ما هر روزی که ما داریم به سادگی میگذرن زیر موشک و بی آبی و بی برقی و مثلا بیمارستان دیگه نمونده مردم ببرن اونجا عمل جراحی زیر بدون بیهوشی من نمیتونم بفهمم یعنی چی ان خدا هر چه سریعتر مشکلات اینها رو برطرف بکنه صلوات نذفن